درود و وقتتان بخیر و این مجموعه خبری خوش آمدید. من بیژن آرین هستم. دو حمله کننده انتحاری در ننگرهار پیش از رسیدن به هدف کشته شدند. محمد ایوب حسین خیل فرمانده نیروهای سرحدی در ننگرهار میگوید فرد انتحاری سوار بر موتر نوه کرولای پر از مواد انفجاری میخواست خود را بر کندک هفتم پلیس سرحدی ولسوالی غنیخیل برساند و حمله کند که از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و کشته شده است. مهاجم دومی نیز پس از شناسایی از پا در آمده است. وای میگوید پس از تیراندازی نیروهای پلیس مواد منفجره در موتر انفجار کرده اما به نیروهای پلیس آسیب نرسیده است. اما یک منبع امنیتی که نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید در این رویداد یک سرباز پلیس زخم برداشته است. طالبان مسلح با باشندگان ولسوالی زازای میدان خوست درگیر شدند. سخنگوی والی خوست میگوید نخست طالبان مسلح با مردم درگیر شدند و سپس نیروهای امنیتی به کمک باشندگان محل رسیدند. مسئولان محلی خوست میگویند در این درگیری 10 طالب مسلح و 3 باشنده محل کشته شدند. سخنگوی والی خوست میگوید که درگیری هنوز هم ادامه دارد و نیروهای ارتش به محل فرستاده شدند. د زمیدان ولسوالۍ په سیدي کنده او د مندتې په سیمه کې وسلوالو مخالفینو د زمیدان ولسوالۍ په کلیو او عامو خلکو باندې برید کړی دی چې په دې برید پر مهال ولسي خلک پاڅېدلي دي، امنیتي ارګانونه پاڅېدلي دي. دغې برید د مخنیوي دپاره یې نښته رامنځته شوې ده چې په لړ کې یې د وسلوالو څخه 10 کسان وژل شوي دي او د سیمې 3 کسان پلیس کندوز از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در ولسوالی چهاردره و قلعه زال این ولایت خبر می دهد. به گفته فرمانده پلیس کندوز این عملیات به هدف آزادسازی بخشهای چهاردره و قلعه زال از 3 روز به این سو شروع شده و اکنون هم ادامه دارد و می افزاید در این نبردها بیش از 20 طالب کشته و نزدیک به 20 تن دیگر آنان زخمی شدند. مسئولان پلیس قندوز میگوید در ادامه عملیات های مشترک نظامیان با حمایت نیروهای هوایی خارجی در ولسوالی قلایزال و چهاردره چندین روستاها به تازگی به دست طالبان سقوط نموده بود و آزاد شده است. فرمانده پلیس قندوز می افزاید در عملیات عقب زدن حملات گروهی طالبان در قلایزال 7 طالب کشته و زخمی شدند و نیز در ادامه عملیات های مشترک در چهاردره 36 جنگجوی دیگر این گروه کشته و زخمی شده و یک عضو دیگر این گروه بازداشت و به نظامیان شامل عملیات و افراد ملکی آسیب نرسیده است. عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی و هوایی در ولسوالی چهاردره تقریبا 36 نفر مخالفین کشته و زخمی شدند. عملیات تصفیه فعلا هم ادامه دارد و در ولسوالی قلعه‌زال هم بالای پسته اقتفا حمله کرده بودند. در نتیجه 7 نفر مخالفین کشته شدند و فعلا وضعیت در قلعه‌زال نرمال است. با این حال برخی اعضای شورای ولایتی این چنین عملیات های نظامی را به نتیجه می خوانند و می گویند تا زمان در بخش های آزاد شده زیر حاکمیت طالبان پاسگاه های جدید افراز و از سوی نیروهای امنیتی نگهداری نشود این عملیات ها در تامین امنیت موثر نخواهد بود. عملیات ها که صورت می گیرد سوا منطقه که پاکسازی می شه عملیات ها ثبات خود نداره. او سوا منطقه ویزای امنیتی ساخته نمی شه یا او سوا منطقه حفظ نمی شه. سوا منطقه را اینا پیشروی می کنند پس سوا منطقه زیر کنترل مخالفین حکومت در می آید. همچه عملیات هایی که به حساب ثبات نداشته باشه و منطقه را تصفیه نکنه و منطقه را امو تصفیه شه به حساب نگهداری نکنه واقعا که عواقب از این باز ما خوب نمی بینیم. اما مسئولان همواره را اندازی این عملیات ها را ضربه زدن بر پیکر طالبان می دانند و می گویند برای نگهداری نیاز به تشکیلات بیشتر دارند که اکنون این تشکیل را در اختیار ندارند. در 13 روز تظاهرات در شبرغان مظاهره کنندگان و والی جوزجان اجازه ورود به دفتر کارش را دادند. والی جوزجان میگوید حکومت جهت رسیدگی به خواستهای معترضان گامهای برداشته. جنرال دوستم به زودی وارد افغانستان و نظام الدین قیصری رها خواهد شد. با
اقبال یزدجان از جریان داشتن گفتگوها برای بازگشت جنرال دوستم به افغانستان در پی تظاهرات گسترده هواداران جنبش در ولایت شمال سخن میزند. او میگوید برای رهایی نظام الدین قیصری نیز تلاش ها جریان دارد و او نیز به زودترین فرصت آزاد خواهد شد. برای شما اطمینان میدیم این وضعیت انشاءالله به این شکل باقی نمیماند و کوشش میکنیم که و پیام هم امروز هم شنیدیم کارا جریان دارد. برخی معترضان در جوزجان میگویند تا زمانی که حکومت به خواستهایشان پاسخ مثبت دهد به تظاهرات ادامه خواهند داد. کسی که آدمکش است امروز آمده در کرسی بلند دولت قرار دارد، اما کسی که دفاع از وطن میکند، کسی که در مقابل دشمن میرزمد، امروز دست پایش بسته در زندان انداخته میشد بدون محاکمه. دلیلش چی است؟ مول دولار غوارو در جمهور څنګه چې هغه گاچه پته پیدا کوي، ماوین براولی، ماوین اول براولی په چوکی باندې بشینوي، مول بیا ستاسو دفاع کوي. در 13 روز نیز صدها تن از معترضان در جوزجان در جاده های شهر شبرغان ریختند و ادارات دولتی، مکاتب بانک ها و دوکاکین و مراکز تجاری برای مردم مسدود بود. تنها مظاهره کنندگان پس از گذشت 13 روز به والی جوزجان اجازه ورود به دفتر کارش را دادند. اعتراض هزاران تن هواداران حزب جنبش در ولایت تخار در 11 روز به گونه گسترده ادامه دارد. معترضان تاکید به برگشت جنرال دوستم، رهایی نظام الدین قیصری و کیفر سخت به نظامیانی که حین بازداشت محافظان آقای قیصری برخورد غیر قانونی انجام دادند دارند. هزاران تن هواداران حزب جنبش در 11 روز در شهر طالقان دست به اعتراض‌های گسترده زده و تاکید بر رهایی نظام الدین قیصری، فرمانده پلیس قیصر ولایت فاریاب، برگشت فوری جنرال دوستم به کشور با تمام امتیازات و صلاحیت‌های معاونیت نخست ریاست جمهوری و نیز بازداشت و کیفر نیروهای ویژه که هنگام بازداشت محافظان آقای قیصری برخورد غیر قانونی کردند. در روز میشه ما تظاهرات میکنیم، نان خوش در کمرمان بسته تا که جنرال دوستم سر وظیفش نه در معاونیت اول نظام الدین قیصری ریاست و سر وظیفش، ما تظاهرات اعلام میکنیم، خیمه خود را میبرداریم. نباشه و 10 روز میشه، 20 روز میشه، 1 ماه میشه ما اعلام کردنی نیستیم. اگر تو دوستم ما را از ما میگیری، تو نظام الدین قیصری ما را از ما میگیری، ما در مقابل جان تو را از تو میگیریم. ای اشرف غنی آگاه باش. همچنان معترضان 7 خیمه تحسن در 7 بخش بازار برپا کردند و بسیاری ادارات حکومتی، بانک ها و بازار بر روی مردم بسته است. معترضان هشدار میدهند تا زمانی که خواسته های قانونیشان از سوی رئیس جمهور عملی نشود به اعتراض هایشان ادامه میدهند. نظام الدین قیصری هر چیز زودتر بدون قید شرط از بند رها شود. در همین حال دو روز می شود مسیر کندز تخار و بدخشان از سوی معترضان نیز بسته است و زندگی عادی باشندگان تخار از یک طرف افزایش بهای مواد خوراکی و از سوی دیگر قفل بودن دکانهای شهر و مشکل مواجه شده از حکومت خواهان پایان دادن این مشکلات اند. هواداران حزب جنبش جهت برآورده شدن خواستهایشان در به کمیسیون انتخابات را در ولایت های فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان و تخار مسدود کردند. آنان میگویند تا زمانی که به خواستهایشان از سوی حکومت پاسخ مثبت داده نشود به تظاهرات خود ادامه میدهند. اعتراض هواداران حزب جنبش به جایی کشید که معترضان خشمگین در به دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را در برخی ولایات شمال مسدود کردند. آنان میگویند تا زمانی که به خواستهای آنان از سوی حکومت رسیدگی صورت نگیرد از اعتراض دست بردار نیستند. همکنون در به کمیسیون مستقل انتخابات در فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان و تخار مسدود است. اعتراض کنندگان در این ولایات به کارمندان کمیسیون انتخابات اجازه فعالیت را نمیدهند و این اقدام معترضان مایه نگرانی مردم شمال و آگاهان امور در بلخ شده است. زمانی که درب کمیسیون ها بسته است، به صورت طبیعی یک بخشی از فعالیت ها و کارها پس میمانه و این عقب مانی کارها زمینه را برای برگزار نشدن یا حداقل درست برگزار نشدن انتخابات فراهم میکنه. برخی فعالان مدنی نیز از کمکاری حکومت جهت رسیدگی به خواست های مردم انتقاد میکنند. آنان با نگرانی میگویند برای رسیدگی به وضعیت موجود باید اقدام جدی
از سوی حکومت صورت گیرد. انتخابات هویت افغانستان در برابر جامعه جهانی و در برابر مردم افغانستان است و هر خدشه که در این پروسه ملی وارد شوه به عنوان یک خیانت ملی و به عنوان جنایت میشه که ایره قلمداد کرد و کوتاهی و کمکاری حکومت در قسمت عدم رسیدگیش به خواستهای مردم. به باور آگاهان امور در بلخ، بسته شدن درب کمیسیون انتخابات در برخی ولایت‌های شمال چالش جدی فراروی برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان است و حکومت هرچه سریع باید جهت باز شدن درب کمیسیون انتخابات عمل کند تا وضعیت از این بدتر نشود. افزایش ناامنی بر روند آموزش و پرورش در ننگرهار آسیب رسانده است. مسئولان معارف در این ولایت میگویند این وضعیت سبب شده تا آموزگاران و دانش آموزان از ترس به مکتب نروند. افزایش تحرکات طالبان و دایشیان در بخش‌های از ولایت ننگرهار روند آموزش و پرورش را صدمه زده است. باشندگان این ولایت میگویند این تهدیدها سبب ایجاد حراس میان دانش آموزان و آموزگاران شده و همچنان برخی از درب‌های مکاتب نیز بسته شده است. یو زل دی امبالخان لیسه وسوزل شو، بل زل دی ملکیار هوتک لیسه وسوزل شو، او د ملکیاری هوتک د لیسې درې ملازمین حلال کړل. خپل ښار مدیریت د نور ولسوالیانو کې زموږ مدیریتونه دي، ټول تختارونه ورکړل شوي دي. دا زموږ په دغه تدریس باندې ډېر اغیزه کوي. شاګرد هم نشي راتلی، استاد هم نشي تللی خپل تدریس ته. مسئولان برخی مکاتب ها میگویند معارف در این ولایت رو به سقوط است و نهادهای امنیتی در این باره اقدام لازم نکردند. موږ د معارف چارواکي او د معارف مسئولین او د معارف حتی شاگردان د خپل ولایت نه او د خپل نظامی چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې باید معارف ته خاص توجه وشي. به اساس آمارها اکنون در ولسوالی اچین در به 12 مکتب، در هسکمینه 8، در نازیان 6، در خوگیانی 10، در بتیکود 2، در مومندره 8 و در حصارک در به 3 مکتب بسته شده است. در همین حال علمای دین میگوید حمله بر معارف حمله بر انسانیت و اسلامیت است. معلم د فشار لاندې دی، معلم چې الله این پجارونه شي زنه جون کرانه شي سب کیږي زب ما بچ کیږي زما د شاګر مطلب کیږي او کچې تمنګ او تاسې اسلامی ارشادات وتا. رئیس معارف ننګرهار از این وضعیت نگران است و میگوید حل این مشکل بدون همکاری مردم ناممکن است. مو کوخه کو چې د ولسونو سره لنګ دینه خبرې وکړو ترڅو ولسونه دې ته وهڅو چې د خپل بچیو خوانزي وساتي. گفتنی است که در دو ماه اخیر در ولایت ننگرهار 8 مکتب سوختانده شده و بر دن نهاد آموزشی حمله صورت گرفته است. بر اساس معلومات منابع محلی در این ولایت 150,000 کودک از مکتب رفتن محرومند. برنامه آگاهی دهی در مورد نقش دادستانی ها، ادارات و مردم در تطبیق قانون و تامین عدالت از سوی ریاست دادستانی استیناف سرپال برگزار گردید. برخی اشتراک کنندگان راه اندازی چنین برنامه ها را مؤثر می دانند، اما شمار دیگر از عدم تطبیق قانون و رعایت نشدن عدالت از سوی برخی کارمندان نهادهای عدلی و قضایی انتقاد می کنند. دادستان استیناف سرپل به هدف هماهنگی میان نهادهای دولتی و همکاری مردم با نهادهای عدلی و قضایی جهت تطبیق یکسان قانون برنامه ای را در شهر سرپل برگزار نموده است. بدون شک افرادی از اعضای جامعه با مجرمین آشنایی داشته، محل و مخفیگاه های مجرمین را اطلاع خواهند داشت که در این صورت بدون در نظر داشت هر گونه تعلقات باید ادارات زیربط را اطلاع دهند و در دستگیری مجرم با دولت محلی همکاری نمایند. مقام های محلی و رئیس دادگاه استیناف سرپل بر همکاری مردم با نهادهای عدلی و قضایی جهت رسیدگی به خلاف های موجود تاکید دارد. در صورت من قاضی، من شهرآمار، من والی، من رئیس اوقاف کاری را خلاف انجام شریعت انجام بدهیم، ما را راست کنیم. راست کردن به این معنا که ما را بفهمند. از امروز قانون خوبی را داریم، ولی امیدوارم در این زمانی که ما قانون و قوانین خوبی را داریم ما مجریان خوب هم باشیم. از سوی هم برخی منتفضان قومی و اعضای شورای ولایتی از سرپل موجودیت فساد در نهادهای دولتی و ارگانهای عدلی و قضایی را عامل افزایش ناامنی ها می دانند. اگر فساد نبشود افغانستان به بحران نمی رفت. امروز اینطور به بحران رفته که هیچ کس نمی تانه که امروز را
از این بحران بکشن. یک سربالی ما فساد نیست. باورت هم بیر که از دوازه برایم خانه این میگه سوارم باید خراب شده. خانه این محکمه خراب شده. بعضی ها که زمینه صفوف دشمن را مستحکم کرده از همان طبقه ناراضیایی هست که به حقوقشان رسیدگی نشده. مسئولان دادستانی استیناف سرپل از استخدام 4 خانم در دادستانی منع خشونت علیه زنان در این ولایت سخن زده میگوید در تلاش تامین حقوق یکسان برای زنان و مردان در این ولایتند. ریاست دادستانی استیناف بلخ میگوید حضور افراد مسلح غیر مسئول و ناامنی ها از عمدترین مشکلات سد راه فعالیتشان است. با این حال مسئولان دادستانی بلخ میگویند در جریان یک سال گذشته 1300 شکایت از مردم و 1422 قضیه از ارگانهای کشفی و امنیتی به دادستانی استیناف بلخ ارسال شده که به مواردی از آن رسیدگی شده است. برنامه زیر عنوان دستاوردها، فرصتها و تهدیدها از سوی ریاست دادستانی استیناف بلخ با حضور مقام های محلی و نمایندگان مردم در شهر مزار راه اندازی شد. نورادی عادی رئیس دادستانی استیناف ولایت بلخ میگوید در یک سال گذشته 1300 شکایت مردم و 1422 قضیه مختلف از ارگان های عدلی و قضایی بین اداره ارسال شده. آقای عادی وجود برخی مشکلات در دادستانی ها را میپذیرد اما میگوید حضور افراد مسلح غیر مسئول و ناامنی از عمده ترین چالش ها در برابر کار دادستان ها در بلخ است. با 1422 قضیه از ارگان های کشفی برای سارنوالی استیناف ولایت بلخ مواصلت کرده که از او جمله 102 قضیه تحت تحقیق قرار داره، 1125 قضیه پس از اکمال تحقیق به محاکم ابتدایی ذی‌صلاح محول شده، 1053 قضیه پس از فیصله محاکم ابتدایی غرض انفصال شرعی به محاکم استیناف ارسال گردیده. مسئولان در ریاست دادستانی استیناف بلخ از دستاوردهایشان سخن میزنند اما باشندگان بلخ و فعالین مدنی خواهان کارکرد بیشتر جهت تامین عدالتند. آنان میگویند هنوز برخی مشکلات در این اداره وجود دارد که باید از میان برداشته شود. ما نیاز به کارهای اساسی تر در نهاد سارنولی داریم. ما هنوز قضایای خیلی زیاد را داریم که سالهای زیاد ازش میگذره اما هنوز متهمینش به شکل بی سرنوشت در توقیف خانه ها و در محابس بسر میبرند. به خاطر از این قانون روز بروز دولت روی نظام قانونمند شده رفته رو است. باید از این کرده خوبتر، آرامتر، آسودتر. به خاطر چی اگر عیانن باید تمام سارنوالا در 24 ساعت در سر وظیفهش حاضر باشه. همین مقامات بالام که اگر خیانتی که میکنن اونا هم باید در پنجه قانون کش شوند، از پیشان پرسان شوند. این برنامه در حال از سوی دادستانی استیناف بلخ راه اندازی شده است که انواره شکایت های از ارگان های عدلی و قضایی در بخش های گوناگون از جمله موجودیت فساد اداری و مالی وجود داشته است. تا درود دیگر، بدرود.